ایرج ملکپور زاده 1319 در آمول، منجم، استاد و رئیس مؤسسه ژئوفیزیک نجوم و فیزیک فضا در دانشگاه تهران است. وی سالها تقویم های سراسری منتشره در ایران را تنظیم و استخراج می‌کرد. ایرج ملکپور پدر تقویم نوین ایران است. به تحصیلات ابتدایی و متوسطش را در لاریجان گذراند. سپس در سال 1339 وارد دانشگاه تهران شد و در رشته فیزیک به تحصیل پرداخت. در خرداد 1343 از دانشگاه تهران لیسانس گرفت و به آلمان رفت. پس از چند ماه از آلمان به فرانسه رفت و به تحصیل ادامه داد. ملکپور دکترای علوم فضا و اختر فیزیک خود را از دانشگاه پاریس دریافت نمود. دکتر ملکپور هم‌اکنون ریاست بخش فیزیک خورشیدی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران را بر عهده دارد. در سال 1357 یونسکو به منظور برقراری امکان تحقیق و مطالعه از 10 نفر از دانشمندان جهان دعوت به عمل آورد تا با هزینه این سازمان در رشته‌های مختلف به اروپا بروند. این بورس که توسط یونسکو به دانشمندان برجسته جهان در رشته‌های مختلف اختصاص یافته بود به بورس کوپرنیک معروف شد. دکتر ایرج ملکپور در رشته نجوم از سوی یونسکو انتخاب و به این بورس دعوت شد. او تنها منجمی بود که در دنیا از سوی یونسکو انتخاب شده بود، اما ملکپور به میل و اختیار شخصی ترجیح داد تا در آن شرکت نکند و در تحول جاری کشور که در آن روزها دوران اوج خود را می‌گذراند در کنار مردم باشد. ملکپور تا به امروز تنظیم تقویم کشورهای مالدیو، سریلانکا، برمه و برونئی را به درخواست این کشورها بر عهده داشت. استاد ملکپور مجموعه کتاب 19 جلدی از تقویم 5000 ساله ایران را منتشر نمود.